با عرض سلام و تبریک سال نو سال 1396 خدمت شنوندگان عزیز عرض ادب میکنم. نکاتی چند در مورد فرایند تکنیک یادگیری، تکنیکی که متاسفانه کمتر در منابع فارسی ازش صحبت شده، نه اصولا یادگیری زبان انگلیسی، فن و تکنیک یادگیری در هر علمی این فن و تکنیک رو میشه به کار برد. قبل از هر چیز عزیزان لطف دارن لقب استاد رو به این حقیر اطلاق میکنن. باید خدمت رو عرض کنم که من فردی ساده هستم و علاقه خاصی به شاد کردن دلها دارم. در مورد زبان انگلیسی از من سوال میشه، من خودم شاید بد نباشه بدونی اصلا زبان بلد نیستم، خیلی آنست، خیلی فرانک، روک، بدون رو درباسی، ولی لانگ اکسپریانس، تجربه زیاد در امر آموزش رو دارم، این تجربه رو دارم، ولی زبان نه، زبان بلد نیستم و لقب استادم به من اطلاق نمیشه. به عزیزانی چون استاد الهی قمشه‌ای، دکتر کتکنی، دکتر حشمت الله ریاضی، استاد ابوالقاسم طلو روحشون شاد و استاد شهاب اکبری که 30 سال پیش در خدمتشون بودیم، حالا خدمت رو عرض کنم مطالبی رو در مورد فن یادگیری خدمت عزیزان ارائه میدم. اولین مطلب اینه که چیزی که میخوان یاد بگیرید، زبان، حسابداری، ریاضیات، مکانیک، هر چیزی، اولین نکته علاقه و انگیزه است. بیس، پایه، زیربنا. تا علاقه و انگیزه نداشته باشید پیشرفت نمیتونید بکنید عزیزان. باید علاقه داشته باشید، باید انگیزه داشته باشید. به قول معروف شروع که بکنید سر و کله تواناییاتون پیدا میشه. هیچ نگران نباشید، شما شروع کنید با علاقه اون درس، حالا زبان میتونه باشه، شروع کنید سر و کله توانایی ها، خلاقیت هاتون پیدا میشه. در مورد علاقه، علاقه رو میتونید به این صورت لوپ، دایره وار، با کلمات جدیدی که یاد میگیرید، برای بیگینرهای عزیز دارم میگم، کسانی که از صفر زیرو شروع میکنن، با کلمه به کلمه ای که یاد میگیرید این باعث میشه علاقتون بیشتر بشه با تکرار. حالا مبحث بعدی تمرین و تکراره، ولی با تکرار علاقتون زیاد میشه. انگیزتون هدف شماست، هدفی که تعیین میکنید. این زبانو برای محاوره میخواید، برای ادامه تحصیل میخواید، برای مراکز توریستی میخواید، برای چه کاری میخواید، اون هدف رو مشخص کنید، خیلی سریعتر به مقصد میرسید. اگه علاقه به انگیزه باشه زمان براتون بی‌معنی میشه، خسته نمیشید و امر فراموشی کمتر ایجاد میشه. خب بعد از مطلب علاقه، مطلب برنامه ریزی، پروگرام، برنامه ریزی، پلان، نقشه، هدف. این برنامه ریزی شما خیلی خیلی مهمه. خدمت رو عرض کنم در برنامه ریزی شما باید برای خودتون طبق توانایی های خودتون، ممکنه عزیزی بتونه 2 ساعت بخونه، ممکنه عزیزی بتونه 1/2 ساعت بخونه، وقتی حس میکنید خسته شدید دست از خوندن وردارید، نخونید، چون اتلاف وقت، نخونید. حالا خوندن منظورم ریدینگ نیست، لسنینگ گوش دادن هم میشه کرد، رایتینگ نوشتن هم میشه کرد، امر آموزش رو میگم، امر یادگیری رو میگم. زمانی که خسته شدید دست از تمرین وردارید و سعی کنید در این برنامه پروگرام، اول برای خودتون پروگرامی که تهیه میکنید، برنامه‌ای که تهیه میکنید نسبت به توانمندی خودتون مدت زمان معینی رو در هر روز بگذارید و اونو بخونید. مدت زمان معینی برنامه ریزی کنید، اون رو بخونید. تکرار مکررات نشه. در صحبت‌های قبلی هم خدمت عزیزان عرض کردم که غذای 1 هفته رو نمیشه در شنبه خورد و در روزهای بعدی بگیم هیچی نمیخورم، امکان پذیر نیست، معقولانه نیست، نمیشه.
نمیشه 10 ساعت در یه روز درس بخونید بگید روزهای بعدی حرف رو من درس نمیخونم. مغز فرایند یادگیری داره، باید این فرایند رو طی کنه. این فرایند تشکیل شده از تمرکزی که میکنید، تکراری که میکنید و زمان. و زمان خدمت گل عزیزان عرض کنم که در مورد راز کثیف آموزشی در صحبت‌های قبل صحبت شد، دیگه اونو باز نکنیم، فقط یه اشاره میکنیم که ما هر چی که یاد میگیریم امروز ظرف 72 ساعت از یاد میره، ظرف 24 ساعت 80% میپره، میره از یادمون میره. چرا؟ چون زمانی که ما داریم یاد میگیریم در حافظه کوتاه مدت ما این یادگیری ها ذخیره میشه، سیو میشه، جمع میشه. باید اینها، مغز اینها رو جا به جا کنه، در حافظه بلند مدت ذخیره کنه. اون موقع میتونیم بگیم امر یادگیری به صورت درست و دقیق انجام شده. ممکنه 5 ساعت، 10 ساعت، 15 ساعت امر آموزش عزیزی اجرا کنه، ولی مقدار یادگیری چقدره؟ این مهمه. مقدار زمانی که گذاشتی مهم نیست، مقدار یادگیری دیگه این یه داستان قدیمیه برای عزیزان. فکر میکنم همه عزیزان این داستان قدیمی رو میدونن. اونم به این صورتی که در ایام، حالا سیستم نظام آموزشی قدیم رو میگم، جدید رو نه، در ایام راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، چند سال میشه شما خودتون ببینید، زبان داشتن، زبان خوندن، نمرش هم گرفتن، یه جمله انگلیسی نمیتونن صحبت، چون امر یادگیری انجام نشده. امر یادگیری مهمه. خب خدمت گل عزیز عرض کنم که ما فراموش میکنیم، هیچ اشکالی نداره، این فراموشی سیستم طبیعی مغزه، ولی با تکرار در فواصل زمانی. ببینید عزیزان، تمرکز و فواصل زمانی رو فراموش نکنیم. اولا هر لحظه‌ای که بلند میشیم برای هر درسی، هر کیسی، هر دانش موردی شروع به یادگیری میکنیم، زمان فواصل بذاریم، امروز، فردا، پس فردا. دوما تمرکز داشته باشیم و تکرار کنیم. با تمرین شما میتونید برسید، البته اگر راه درستش بریم، از راه درستش با تمرین بریم میتونیم برسیم. در مورد برنامه ریزی میگفتم، اول برنامه ریزی کنید، دوم اجراش کنید. این اجرا مهمه. حالا یه دیگره، یه شکل، فیگور، تصویر، ایمیج هست براتون گذاشتم، ملاحظه میکنید. امر اجرا به این صورته که میخواید برید عروسی، اوکی، مشکلی نیست، ولی اول اون زمانی که برای امر یادگیری و گوشتین انجام بدید امروز، بعد برید عروسی. میخواید برید عزا، باشه برید، ولی اول قبل از هر چیز، مثل دیلی ویتامین، قرصای روزانه ویتامینی، دیلی پرکتیس، تمرینات روزانه، اول اون کار رو انجام بدید، بعد برید سراغ کارهای دیگتون. ارجعیت بدید به این کارتون، چون برنامه ریختید، برنامه ریزی کردید. این در مورد اجرای اون. من اینا رو خیلی سریع میگم، دیگه عزیزان خودشون در جریان هستن. ارزیابی کنید. شما عزیزان 1 هفته، 1 ماه، 3 ماه، هر علمیو، حالا زبان مثال میزنم، کلاس زبان رفتین یا شروع کردین به خوندن زبان، در هوم استادی کردین، در خونه یاد گرفتید، اوکی، ببینید چقدر پیشرفت داشتید، چیزی یاد گرفتید. اگر یاد نگرفتید ببینید نقاط ضعف کجا بوده، در چی بوده، اون نقاط ضعف رو اصلاح کنید و مجددن به برنامه ریزیتون اضافه کنید. خدمت عزیزان گلم بگم، تایتل، عنوان، تیتری که من برای این صحبت انتخاب کردم، یادگیری لاک پشتی یا خرگوشی، یا حالا خرگوشی و لاک پشتی فرق نداره. لاک پشت مسافت کمی رو طی میکنه ولی پیوسته. خرگوش مسافت زیادی رو طی میکنه سریع ولی گسسته، وامیست.
من خودم به شخصه یادگیری لاک‌پشتی رو ترجیح میدم. در فواصل زمان بخونید، پیوسته باشه و گسستن نباشه. مثال های دیگر برای عزیزانم نیارم، میخوام صحبت جمع کنم و رفع زحمت کنم. مثال های دیگر خدمت عزیزانم نیارم که فردی که چاقه میگن در چند ماه چند کیلو شما وزن کم میکنید، در یک سال این مقدار وزن کم میکنید. شما انتظار نداشته باشید در یک ماه بتونید زبان چیره بشید، مسلط بشید، انتظار نداشته باشید. من اینجا مؤسساتی رو دیدم یا در اینترنت تبلیغاتی رو دیدم که در 10 روز زبان انگلیسی رو آموزش میدن. نه شدنیه، نه امکان پذیره، اصلا با عقل جور در نمیاد. چطور در 10 روز زبان؟ بله، باز اون در صحبت‌های قدیم بود، مجبورم وسط بیارم. یکی هست بیگینر میخواد صحبت کنه، در حد حال احوال پرسی و اطلاعات روزمرگی، آدرس پرسیدن، در همین حد. اون بیگینر رو بازم 10 روز کمه، ولی خب میشه در 10 روز آموزش داد. یکی هست نه، میخواد نظراتشو بیان کنه، میخواد به بحث و صحبت با دیگران بپردازه. خب اون کسی که میخواد به بحث و صحبت بپردازه در 10 روز و 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه نیست، زمان بیشتری. ما چه مرحله‌ای رو میخوایم از زبان یاد بگیریم؟ در چه مقطعی میخوایم؟ یه فقط مقطع ابتدایی، بیگینر، استارتر، در چه مقطعی میخوایم یاد بگیریم؟ این اهمیت داره. ولی قبل از اینکه فراموش کنم، یه مطلبی هست برای عزیزان ارجمند در مورد امر یادگیری، میزان یادگیری. وقتی میخونیم 10% یادگیری داریم. شما کتابی رو، مطلبی رو میخونید، 10% یادگیری دارید. وقتی میشنوید 20% یادگیری دارید. وقتی میبینیم 30%. میبینیم و میشنویم 50%. وقتی بحث میکنیم 70%. وقتی تجربه میکنیم 80%. و وقتی به دیگران یاد میدهیم 95% ما یادگیری داریم. روش جالب و قشنگ اینه که عزیزی رو در کانال‌های چت، گفتگو، صحبت پیدا کنیم، خارجی زبان، حالا زبانی، هر زبانی که علاقه داریم، بشینیم در مورد یک مطلب باهاش بحث کنیم، صحبت کنیم. حال احوال پرسی، خب اون یه مقدمه، یه اون مشکلی نیست. وقتی شما بشینید در مورد موضوعی صحبت کنید، بحث کنید، نظریات فرد مقابل رو بخواید و نظریات خودتون رو ارائه بدید، مجبورید سرچینگ کنید به دنبال لغت. وقتی لغت رو پیدا کردین، چون دارین در اون بحث به کار میبرید و اون فردم داره به کار میبره، خیلی یادگیریتون بالا میره. اون ممکنه شما لغت اشتباهی به کار ببرید، ولی اون فرد خارجی لغت مناسبش رو به کار میبره، به شما ارائه میده. این خیلی خیلی مهمه. و در پایان خدمت رو عرض کنم که یه شهر رو یک روزه نمیسازن. شهر از مثل یک پازله، از قطعات مختلف تشکیل شده، از خونه های کوچیک 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 کنار هم، خیابون ها، پارک ها و غیر و زالک، تا بشه شهر. یک دفعه نمیان بگن شهر ساخته شد، زمان میبره. شما پازل زبان رو که میخواید یاد بگیرید تقسیم بندی کنید برای خودتون، قسمت های مختلف رو تقسیم بندی کنید و هر قسمتی رو یاد بگیرید. و در انتها خدمت عزیزان بگم تا اون مطلب رو به خوبی یاد نگرفتید، به مطلب روز بعد نرید. باز صحبت های قبلی میاد به میون در امر مرور و تکرار. اگر درس دیروز رو مرور نکردید، درس فردا رو شروع نکنید، درس امروز رو شروع نکنید. اگر درس دیروز رو خوب یاد نگرفتیم، امروز دنبال درس دو نریم، همون درس یک رو انقدر بخونیم تا خوب مسلط بشیم، بعد شروع کنیم درس دو رو انجام بدیم. عزیزانی هستن فیلم رو با سابتایتل نگاه میکنن، این عزیزان دارن ریدینگشون رو تقویت میکنن، نه لیسینینگشون رو. دقت کنیم اگه فیلم نگاه میکنیم بدون سابتایتل باشه، لیسینینگمون رو قوی کنیم. من عزیزان عرض شد که عزیزان فارسی زبان که در محیط زبان خارجی نیستند، اول فیلم رو با زیرنویس یا سابتایتل فارسی نگاه کنید، خوب فیلم رو نگاه کنید، بعد سابتایتل رو خاموش کنید، مجدداً فیلم رو نگاه کنید، ببینید چه مقدار از فیلم متوجه میشید، دستگیرتون میشه، متوجه میگیرید از فیلم. حتی این در سطح یه مقدار بالاتره، چون لهجه دارم و فرق میکنم.
میکنه صحبتاشو. با جمله عزیزانو به خدای مهربان میسپارم، بهترین ها رو براشون آرزو میکنم. و اون جمله اینه که بعضی ها فکر میکنن گنج زیباییه، گنج طلاست، گنج شغله، گنج موقعیت، گنج سلامتی. اگه موقعیت داشته باشین، زیبایی داشته باشین، ثروت داشته باشین، بهترین ماشین روزم داشته باشین، سلامتی نداشته باشین، در واقع هیچی نداری. با جمله عزیزانو به خدای مهربان میسپارم. بزرگترین گنج ها یک عقل سلیم و یک شکم سیر است. خدا نگهدار.